اسمشو بذارید حقوقهای هجومی، هجوم آوردن به بیت المال. یارو 350 میلیون گرفته. آقا اخبارم گفت، دروغ که نمیگن. چرا گرفته؟ اینا ما میخوایم بدن تو فیش حقوقی میزن اضافه کار. حالا حق جلسه، حق اوقات فراغت بچه‌م. بچه‌ها چی اوقات فراغت بچه‌ها چی باید بگیره؟ حقوقاشون 60 70 میلیون تومان. هر چی ما میشیم فکر میکنیم آخه اینا چیکار میکنن که 60 70 میلیون تومان حقوق میگیرن؟ یه نفر رو میبینی هیچ کاری نمیکنه، زحمت نمیکشه، میشینه پشت میز هیچ کاری انجام نمیده، درآمد نجومی داره. یعنی اینا هیچ نظارتی نی، یک شب این اتفاق افتاده. من معلم 22 سال سابقه دارم، تو خیالم هم نمیگنجه 250 میلیون تومان تو کل عمرم سابقه کاریم نگرفتم. شما بابت این مملکت چه کاری انجام دادی که 260 میلیون تومان به حساب شما واریز شد؟ حقوقای نجومی ریشش کجاست؟ حقوقای نجومی ریشش دست بیقانونیه، نظارت نیست. اگه قانونی هم هست قانون غلطیه. اگه اینا میگن آقا اینا زحمت کشیدن دارن میگیرن، من یه بقیه زحمت نمیکشم. کسی نمیاد ریشه یابی کنه آقا چقدر حقوق میگیری، چرا اینقدر میگیری، بیان اصلا سوال کنن ازش. یه دونه از ریشه‌هاش پیدا شده، نبود دستگاه نظارتی رو حقوق دستمزد. ضابطه‌ای وجود نداره، همش رابطه است. یکیش عدم شفاف‌سازیه، یکیش عدم پاسخگوییه که من مدیر میدونم که فردا روزی به هیچ مرجعی پاسخگو نخواهم بود. نهایتا حرف اول اسممو و حرف اول فامیلمو میگن، میم این بره، بعدم تموم میشه، به فراموشی سپرده میشه. ریشش در خودخواهی هاست و در دنیا پرستیه. دولت باید قوانینی که داره به اینجور حقوق ها رنگ بوی قانونی میده، باید جلوشو بگیره. تنها دولت هم نه، مجلس، قوه قضاییه، همه باید دست به دست هم بدن. سازمان نظارت و بازرسی کشور که هست، این اگر نباشه این اتفاقا خواهد افتاد در همه زمین ها، چه بازار باشه، چه اقتصاد باشه، چه مدرسش باشه، حتی برای رئیس جمهورش هم باید بازرسی بکنه. یعنی نظارت بر اون کارهاش خیلی از اون علات نداره. به حداقل باید گزارش شفافی به مردم میدادن. دولت باید نظارت کافی میکرد روی این موضوع که این اتفاق نیفته. یعنی به همین که برگردونه پولشو برگردونن دیگه تموم شده، باید اونا رو محاکمه میکردم که منم جرأت نکنم سال دیگه برم یه خلاف بکنم بگم اینم آقا منم نهایتش پولش رو برمیگردونم. اگرم مجلس داره قانونی میذاره، باید قانونی بذاره که پشت اون قانون رو بگیره، یعنی بتونه حرف مردم، حرف خودش رو یه جورایی اجرا بکنه. قوه قضاییه اصلا این همه اختلاس شده، یک نفر رو بیاره تو عموم مردم یه سوال ازش بپرسه، بگه شما این حقوقا چرا گرفتی؟ یه رفتار پیاده کنم بنده این لوی که میخوام بیام کار کنم دیگه. آقا نه.